وزیر کشور گفته دنبال اینیم که شهردار مردم انتخاب کنن این بهترین تره دنبالش باشین اصلا واسه چی شورا باید شهردار اتخاب انتخاب کنه خب به خاطر همین تره خیلی از افراد قوی به خاطر امتیاز ندادن به بعضی از اعضای شورا شهر شهردار نشدن و در مقابلش افراد ضعیف با امتیاز دادن به همون اعضا شهردار شدن این شهرداری ای منطقه مال تو این منطقه مارتو این مارتو باشه تو, تو. شهرداری و به خاطر همین هر مدت میبینی یه شردار یه شهر شهر یه شهر رو جادو کردن انداختن زندان شورا فقط باید نظارت کنه اگه این تر اجرا بشه دیگه اون اعضای شورای شهر که دنبال پولن دیگه پول خرج نمیکنن میلیارده که بیان شورا آره چون دیگه پولی توش نیست نظارت پولی توش نیست شهردار انتخاب کردن توش پوله بله شورا هم سالمتر میشه ورودی های زندانم کمتر میشه حتی به جان خودم نمیدونم این جوانان توی ای سن هشتاد و خورده سالگی توی شورا چی میخواد وقتی بزرگتای موزل تهران رو از خدا میخواد حلش کنه دقیقا کارش چیه اگه قرار خدا مشکل آلو دیگه هوا حل کنه تو واسه چی پست گرفتی حقوق گرفتی مزایا میگیری یه پست رو اشغال کردی بیشین تو خونه دعا کن بله چمران گفته ما رو شده تیران از خدا میخوام که این مشکل آلودگی هوا رو حل کنه و به اون شدت نباشه شدت قبل کمتر بشه شدتش خدا یا چمران ازت خواسته اون کار چمران چیه؟ دعا کردن آها پست داره او باید یه کاری بکنه که دعا کنه نمیشه باید اون فرقه هم. کلی امکانات داره پست داره بودجه دارن آن واسی چی خوش کار نمیکنه نمیدونم میگه من نمیتونم دو. پس واسه پشتش غال کرده چم ندیدی خ... یعنی زاکانی کنی گوسالایی که زایدی و بزرگ رو بعد وعده بده زاکانی گفته تا ده ماه آینده آتش نشان ها صاحب میشند زاکانی او دیویز هزار تا خونه تکلیفش چی شد اونا به کجا رسید تاکسی های برقی او ونا حالا وعده جدید میدی ده ماه آینده خود ده ماه تو دیگه نیستی برای چه وعده ای میخوای بدی جان خودم ده ماه بعد اگه شد میگی ای من نیستم اگه بودم به تو خونه میدادم یا به رای بدی چون مثل ای که شهده بخوا مردم انتخاب کنن که واسطون خونه اوکی کنم واسه چی نگده شیش ماه هفت ماه تا موقع که بودی یا هستی زاکانی شهده داد انقلابی مرد وعده وعیدی یعنی باید تو گینس اسمتو سب کن به عنوان مردی که وعده زیاد داد اطلا تا تاشم خونه همه نوبل دادی قاسم هیدری گفته هی hey, میگید نظارت نمی کنید نظارت نمی کنید شما همه الان برید پارک لاله تهران به تو تریاک می بسند. تریاک یعنی الان با همین حرف دیگه تریاکی و مستقی میرن اون لوکیشن یعنی یه تبلیغ چند میلیاردی کردی واسه ساقی های تریاک اون منطقه یعنی خداوکیلی درصد ازشون نگیری واقعا حماقت کرد بابت بدن درصد این چه کار بود کردی یعنی او منطقه حتی اگه او تریاکیشون مخواست ترک کنه با این جملت وسوسه شد قشنگ یه یه سر میخونه تو پارک لاله یه بابا او پارک لاله کلی هزینه کردن که عوض بشه دوباره انداختش سر زبون اونم به بدنامی تریاک با پارک لاله عوض شده ای چه کاری قاسم قاسم از تو بعیده قاسم نکنه هی از او مغازه فیلم گرفتی او بوتیکه است ای فیلم می گرفتی مانکن زنده داره مانکن زنده مانکن زنده او دختر خانومه هی فیلم گرفتی وایرال شد که تش پلم کردن نه 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 مانکن رو نه مغازه رو پلم کردن بله گفتن نباید زنده باشم باید در قید حیات نباشه زنده جرمه یعنی الان با این فیلم هایی گرفتید هم مغازه پلم شد هم ما... اون ماینکن زنده بیکار شد یعنی بند خدا اون ماینکن زنده میلفتی چند ساعت توی ویترین واسه خوش میچرخید ای کار میگه ای کار میگه ای کار میگه یه پول بهش هزینه الان بیکار شد دو نفر از افتاده افتادن حالا واسه چی پلومش کردی؟ این پوششش که طبق استانداردهای شما بود واسه چی؟ زنده باشه یعنی باید چه با آمپول هوا نمیشه میخواد این شغل هنوز مجاز نیست او مای گاد او چل پنج که پلاکات به دست اومدن گفتم ما با رفع فیلترینگ مخالفیم نباید مخالف به خاطر اینکه میخوایم با فساد رانت و فحشا مقابله کنیم اوه چی شد؟ عزیزانم فساد فرق فرشا تو اینترنت نیست ربطی به این ایستاگرام و واساب نره. بله رانت مال دبشه چای دبشه فرش هم اونایی هم که بله متاسفانه بود بعضی ها همجینس میکردن از مسئولی آره اونان ربطی به این ایستاگرام و واساب نره این صدا چی بود؟ رشته استوری از دستم در رفت آهش من نه نه صدا همینجوری بودش گفتن صحبت از رفع فیلترین تو این شرایط سخیفه تو کدوم شرایط صحبت کنیم الان سه سال فیلتر شده ما هر موقع خاصی چیزی بگیم میگفتیم سخیفه حساسه دشمن سو استفاده میکنه ابزار دست دشمن نشید نیم آب تو آسیا بود کی نریزید و کدوم سه سال ملت از نون خوردن افتادن از زندگی افتادن شغل که ایجاد نشد تو دولت غرب هیچ چند میلیون شغل هم بین رفت سفره مردم کوچکتر شد واسه چی؟ مگه فضای مجازی چی کار میخواست بکنه؟ آسیب اصلی و فضای مجازی نه ناتوانمندی ها اختلاس ها دوزی ها به کشور زد نه فضای مجازی و مردم برید نگاه کنید تاجگرد و نماینده مجلس گفته جامعه کشش افزایش قیمت بنزین نداره آفرین تاجگرد گرد چه خودشون هم میدونن خودتون هم میدونید نداره ولی بهشون بگو افزایش ندن دولت قبل خواست افزایش بده زیر بارش نرفت شما هم زیر بازش نرید ای یارانه بنزین چیزی نیست اگه لنگ پولید کلی پول از داره هدر میره به اسم چای دبش و بوجه های فرنگی و نیم کجا و نیم بوجه به اینجا و نیم چیزا کلی بوجه هست جلو اونو بگیرید چون جامعه همین بنزین سه تومانی هم داره فشار میاد افزایش ندید بله این جامعه دیگه توان نداره اصلا یه قشنگ داره بهش فشار میاد افزایش بدید دیگه هیچ چیز نمیمونه این جامعه دیگه صفرش میشه پیش دستی حتی تو نروژ حداقل سن استفاده از فضای مجازی 15 سال شد یعنی 15 سال به پای نمیتونه این اینستاگرام نصب کنه بده توش بچرخه پست کیم کارداشیان بیلی آلیش اینو نگاه کنه و بقیه سیلیبریتی ها هر وقت سنش در بالا 15 سال میتونه کیمو رو ببینه حالا جدا سقلت مال خوشونه. و مسئولین ما پا رو فراتر گذاشتن از و استفاده از فضای مجازی واسه 85 میلیون ایرانی ممنوع کردن بله گفتم نمیشه واسه شما مناسب نیست یعنی قشنگ رنج سنی هم نذاشتن ای سال تا 99 سال ممنوعه حق سوال نداری بله ما باید از ها جلوتر باشیم اونا 15 ما کلشون اون خودشون استفاده میکنن اونا بله اونا نه اونا مردم عادی نیست اونا مسئولن بله ما مردم عادی ما رعایتیم اونا مسئولن